در اینجا برید های سطحی اندام تحتانی رو میبینید. در اندام تحتانی دو تا ورید سطحی وجود داره یک ورید صافن بزرگ هست که از پشت پا شروع میشه در جلوی قوزک داخلی پا عبور میکنه جلوی قوزک داخلی و در سطح قدامی داخلی ساق پا به سمت بالا میاد این ورید کمی به زانو که میرسه کمی به سمت عقب منحرف میشه و بعد وارد سطح قدامی داخلی ران میشه در سطح قدامی داخلی ران به سمت بالا صعود میکنه و از طریق یک سوراخی به نام سوراخ سافن به ورید فمورال تخلیه میشه در حالی که ورید دیگری به نام ورید سافن کوچک یا سافن پاروا از های پشت پا شروع میشه از خلف قوزک خارجی به سمت بالا میاد در سطح خلفی ساق بالا میاد و نهایتا در حفره پوپلیته در ناحیه پوپلیته در خلف زانو فاسی عمقی پوپلیته را سوراخ میکنه به ورید پوپلیته آل تخلیه میشه این وریدهای های سطحی میان به وریدهای های عمقی تخلیه میشن وریدهای های عمقی در اندام های تحتانی شامل وریدهای های تیبیال خلفی و قدامی هستند که در مجاورت شریان تیبیال قرار گرفته اما با این تفاوت که وریدهای های تیبیال دوتا تا یعنی دوتا دو تا, یعنی دو تا تیبیال قدامی داریم دو تا تیبیال خلفی داریم که اینا به هم متصل میشن می ورید پوپلیتال ورید پوپلیتال میشه ورید فمورال که مجاور همون شریان مربوطه است و نهایتا تخلیه میشه به ورید فمورال به ورید ایلیاک خارج. در اندام فوقانی هم ما وریدهای عمقی و وریدهای سطحی رو داریم در مجاورت شریان رادیال دو تا ورید رادیال و در مجاورت ورید شریان اولنار دو تا ورید اولنار داریم که اینا به هم دیگه متصل میشن میشن ورید براکیال یا ورید بازویی اما های سطحی یک ورید در قسمت خارجی سطح قدامی سایت قرار گرفته که تحت عنوان ورید سفالیک هست یک ورید در سمت داخل قرار گرفته در سطح قدامی سایت به نام ورید بازیلیک این دوتا ورید از طریق وریدی به نام مدین کوبیتال با همدیگه ارتباط دارن که این مدل ارتباط اینها و نحوه ارتباط اینها در افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه گاهی اوقات به صورت یک ام هست به صورت یک ان هست و ورید مدین کوبیتال ورید بزرگی است که معمولا تزریقات ورید در داخل اون انجام میگیره ورید بازیلیک در نیمه ارتفاع بازو فاسه عمقه بازو رو سوراخ میکنه به ورید براکیال تخلیه میشه و بعضی معتقد اصلا خود اینه که میشه ورید براکیال و ورید سفالیک در سمت قدامی خارجی بازو بالا میاد از داخل ناودان دلتوپکتورال عبور میکنه و نهایتا به ورید آکسیلاری تخلیه میشه خب ما در سر و گردن هم باز ورید های سطحی و عمقی رو داریم ورید ژگلار داخلی که در داخل قلاف کاروتید گفتم قرار گرفته همراه با شریان اینترنال کاروتید و شریان کاروتید مشترک این خون وریدی خود حفره کرانیال و مغز رو دریافت میکنه و به سمت پایین نزول میکنه در حالی که وریدهای ژگلار خارجی و قدامی خون وریدی سطحی رو دریافت میکنن ورید های قدامی و خارجی به ورید سابکلاویان تخلیل میشن ورید سابکلاویان و ورید جوگلار داخلی در هر طرف در خلف مفصل استرنوکلاویکولار همون طرف به همدیگه متصل میشن و یک وریدی رو ایجاد بکنن به نام تنه براکیوسفالیک سفالیک یا ورید براکیوسفالیک این ورید براکیوسفالیک سفالیک در سمت چپ و راست به همدیگه متصل میشه و با هم میشن وناکاوا سوپریور ونکاوا و سوپریور رو درست درست میکنن که به دهلیز راست تخلیه بشه